مذاکرات احیای برجام در آستانه نهایی شدن بود، اما خواسته دقیقه 90 روسیه موفقیت مذاکرات را با تردید مواجه کرد. روسیه که خود به دلیل حمله به اوکراین با تحریم‌های غرب روبرو شده، خواستار آن شده که کشورهای غربی تضمین بدهند که تحریم‌های مسکو به تجارتش با ایران لطمه نمی‌زند. این اولین باری نیست که سیاست‌های مسکو در خصوص ایران بحث برانگیز می‌شود. اسناد ویکیلیکس از سفارت آمریکا در اسلام آباد پاکستان در سال 1364، یعنی در میانه جنگ عراق علیه ایران، مشخص می‌کند که شوروی نمی‌خواست ایران بیش از حد قوی شود. ما اومدیم اونجا یه موافقتنامه مودت و صلح درست کردیم، یه بند گذاشتیم بگیم که ایران و روس هر اختلافی پیدا کنن از راه زور حل نمیکنن، از راه نظامی حل نمیکنن، پرهیز میکنن و فقط از راه صلح و مذاکره حل. یه همچین بندی گذاشته بودیم. حالا براتون بگم جالب، ببینید یکی خاطره است، خاطره رو ببینید. روسا هم نمیدادن به این طور. ما میگوییم مگه شما میخواییم به ایران حمله کنین اختلاف بدین؟ خاطره یعنی باید بشیم سر میز مذاکره، من رفت اخراج کنیم. هم نمیدادن، اونقدر ندادن. آخر سر ما با آقای رفسنجانی، با آقای گورباچوف، در سطح گورباچوف رفسنجانی با گورباچوف صدر، آقای گورباچوف ما میخواییم رابطه با شما درست کنیم، ما انقلابی میخواییم رابطه بشن، شما میخواییم حاضر نیستید قبول کنید که اختلافاتتون رو با ما صلحا میزن میکنید، نمیخواییم با ما بجنگیم، نمیخواییم اختلافاتتون رو با ما درگیم. بالاخره این جمله رو با وساطت گورباچوف بذاشت، اما بدونید بدنه روس ذهنش این بود که نه، اگه یه زمانی لازم شد ما باید مرزها رو رد کنیم بیایم تو، همونجور که اومدن تو اوکراین. نعمت الله ایزدی، آخرین سفیر ایران در شوروی، در خاطرات خود نوشته است که هواپیماهای ارتش عراق که به تهران و دیگر شهرهای ایران حمله می‌کردند، ساخت شوروی بودند. او به صراحت گفته است که شوروی بیش از حد به عراق کمک می‌کرد و این نقض بی‌طرفی در جنگ بود. ایزدی در کتاب خاطرات خود به موضوع سفر علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران، به مسکو اشاره می‌کند. سفری که اولین سفر وزیر خارجه ایران به شوروی پس از 50 سال بود. بر این اساس پرواز ولایتی به مسکو به خاطر بمباران یک نیروگاه برق در تهران توسط عراق با 3 ساعت تأخیر انجام شد. وقتی ولایتی با تأخیر چند ساعته، ساعت 2 بعد از نیمه شب به فرودگاه مسکو رسید، ادوارد شواردنادزه، وزیر خارجه شوروی، به کنایه به او گفت که مثل اینکه آقای ولایتی خوب خوابیدند. ولایتی هم در پاسخ به او گفت که هدف ما این بود که سر وقت بیاییم، اما هواپیماهای شما آمدند و تهران را بمباران کردند و ناچار شدیم با تأخیر بیاییم. سیاست‌های مسکو در جریان مذاکرات قطعنامه 598 نیز قابل تأمل است. با استناد به کتاب آقای سفیر خاطرات محمد جواد ظریف، آمریکا قصد داشت به بهانه خودداری ایران از پذیرش قطعنامه 598، قطعنامه جدیدی هم علیه ایران به تصویب برساند که شامل تحریم‌های اقتصادی شدیدی بود. در آن زمان نماینده شوروی در سازمان ملل به هیئت ایرانی حاضر در نیویورک اطلاع داد که مسکو قصد ندارد در مقابل قطعنامه جدید مقاومت کند. بر همین اساس هیئت ایرانی با مقام‌های کشور در تهران مشورت کرد و با نظر امام خمینی قرار شد که ایران نامه‌ای بنویسد و بگوید پذیرش طرح اجرایی دبیرکل سازمان ملل مانند پذیرش قطعنامه است. ظریف هم نامه‌ای تنظیم کرد که در آن با استفاده از یک کلمه خاص ضمن بیان این موضع ایران، از نظر حقوقی هم به معنای پذیرش قطعنامه 598 نباشد. با این حال وقتی این نامه ارسال شد، هیئتی از کاگبه به ایران سفر کرد و در کمال ناباوری به مقام‌های ایرانی اعلام کرد که هیئت ایران در نیویورک به شما خیانت کرده. مسئولان کاگبه به دروغ به مقام‌های تهران گفته بودند که شوروی اعلام کرده بود در مقابل قطعنامه آمریکا مقاومت خواهد کرد. به گفته ظریف اقدام شوروی با هدف تضعیف هیئت ایرانی انجام شد و در نهایت مقدمه این شد تا محلاتی، سفیر ایران در نیویورک، و محمد جواد لاریجانی، معاون وقت وزیر خارجه، از کار خود کنار بروند. این روایت ظریف به شکل‌های دیگری نیز مطرح شده، از جمله کامران غضنفری از چهره‌های اصولگرا و نویسنده کتاب راز قطعنامه گفته هیئت کاگبه در سفر به تهران به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که ظریف اطلاعات غلطی به مقامات جمهوری اسلامی داده است. در جریان اولین مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات نیز مسکو نقش آفرینی ویژه‌ای داشته. بر اساس اسناد منتشر شده ویکیلیکس، جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، در مهر ماه سال 1382 گفته بود که ولادیمیر پوتین به صراحت گفته روسیه تا زمان حل ابهامات برنامه هسته‌ای ایران به تهران سوخت هسته‌ای نخواهد داد.
ویکیلیکس همچنین در یکی از اسناد خود مربوط به سال 1386 عنوان کرده است که روسیه کد شکستن سیستم دفاع موشکی ایران را به اسرائیل داده است. از سوی دیگر مایکل مکفال که زمانی سفیر آمریکا در مسکو و زمانی هم مشاور اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود، در خاطراتش در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد نوشته است که روسیه در سال 1389 در ازای رفع تحریم چند شرکت دولتیش به قطعنامه مهم 1929 شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد. همان قطعنامه‌ای که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را علیه تهران وضع کرده بود. او در خاطرات خود با تأکید بر این که حتی در دوره ریاست جمهوری مدودوف باز هم پوتین سیاست‌های روسیه در مورد ایران را تایید می‌کرد، درباره نحوه موافقت مسکو با تحریم ایران و ابراز ناراحتی روسیه از مخفی ماندن تأسیسات قم از سوی ایران هم توضیح داده است. او همچنین نوشته است که با وجود اینکه آمریکا و اسرائیل نتوانسته بودند ممنوعیت فروش S-300 را وارد قطعنامه ضد ایرانی کنند، روسیه در یک اقدام شگفت‌انگیز به طور یک جانبه قرارداد S-300 با تهران را لغو کرد. موضوع همکاری اطلاعاتی روسیه و اسرائیل علیه ایران در جریان بحران سوریه هم بارها از سوی رسانه‌ها مطرح شد. بر اساس گزارش‌ها سیستم‌های پدافندی روسیه در مقابل هیچ یک از حملات اسرائیل به اهداف ایرانی واکنش نشان ندادند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در بهمن ماه سال 1397 با اشاره به این موضوع گفت که سیستم پدافندی S-300 ارتش روسیه مستقر در سوریه در جریان حملات هوایی ارتش اسرائیل به اهداف ایرانی غیر فعال می‌شوند. نقش روسیه در مذاکرات منتج به برجام در دولت روحانی هم قابل تأمل است. گنجاندن مکانیزم ماشه در این توافق به شکل کنونی آن که اصولگرایان انتقاد فراوانی به آن دارند، پیشنهاد روسیه بود. وندی شرمن مذاکره کننده ی ارشد آمریکا در مذاکرات منتج به برجام گفته است که مذاکره کنندگان به دنبال راهی بودند که هر یک از کشورها بتوانند به تنهایی تحریم‌های ایران را بازگردانند. در حالی که راهی برای این کار پیدا نمی‌شد، لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشنهاد داد که در صورت نقض توافق توسط ایران، هر یک از کشورهای دیگر برجام بتوانند خواستار بررسی موضوع شوند و در نهایت برای ادامه تعلیق تحریم‌ها در شورای امنیت رأی‌گیری کنند. یعنی هر یک از کشورهای دارای حق وتو از جمله آمریکا و روسیه می‌توانستند با وتوی این قطعنامه تحریم‌های ایران را برگردانند. در اوایل سال 1400 یک فایل صوتی از مصاحبه با محمد جواد ظریف منتشر شد که در آن گفته بود وقتی برجام امضا شد روسیه در هفته آخر برجام حد اکثر تلاش خود را کرد که برجام به نتیجه نرسد و همانطور که می‌بینید در آن عکس معروف نیز وزیر خارجه روسیه نیست. ظریف توضیح داده بود که وقتی آمریکایی‌ها پذیرفتند که غنی‌سازی متناسب با نیازهای ما از جمله برای بوشهر صورت بگیرد، روسیه اولین ضربه را به مذاکرات برجام زد و آن این بود که گفت ما مادام العمر سوخت بوشهر را می‌دهیم. ظریف که زد به مذاکرات برجام این بود که گفت من بوشهر رو مادام العمر. او گفته بود وقتی ما در مذاکره گفتیم نمیخواهیم همیشه متکی به خارج باشیم، روسیه آمد و ضربه دوم را به ما زد و گفت ما هیچ وقت اجازه نمیدهیم که شما از سوخت خودتان برای بوشهر استفاده کنید. ظریف گفته است که روس‌ها در 3 ماه اول مذاکرات تلاش کردند تا مانع گرفتن حق غنی‌سازی ایران شوند و هدفشان این بود که توافق نشود. در 3 ماه آخر هم نیز وقتی دیدند در حال حصول به توافق هستیم، تمام قدرت به میدان آمدند تا روز و شب آخر. در هفته های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه، شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن. و همچنین از مشاجره خود با لاوروف در جریان مذاکرات و زمانی که وزیر خارجه روسیه قصد ترک مذاکرات با هدف ملاقات با رئیس جمهور ازبکستان را داشت خبر داد. هیئت آمریکایی یه متنی رو دادن به همکاران من، گفتن این متن رو روسیه و فرانسه توافق کردن، ما باهاش موافقیم. من متن رو نگاه کردم، بهشون گفتم این خطرناکترین متن ممکن. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بر اساس این متن ما هر 6 ماه یه بار باید بریم از شورای امنیت مجوز بگیریم، رأی بگیریم که برجام ادامه داشته باشه.